پسر یواش، پسر قاسمی، قاسمی آسفالت داری میکنی پسره چی کار میکنی؟ میجوارم آسفالته یواش، آفرین، برکلا اون خطا بوده، اون خطا دستور، آقا خطا بوده، معماریان، معماریان اون خطا بوده من دیدم، آقا خطا بود آقا، اون خطا بودش فردی جان بایدید بکن پسر آقا فردی، آقا فردی گل، خوبی؟ من نوکرتم یه زحمتی برات دارم، ببین یه دو سه روز کلاسای منو کنسل کن. آقا جان، جمشید جان چه خبره تو؟ آقا جان چقدر میپیچونی میری؟ صدای آقای علایی در اومد و من این کار نمیتونم بکنم و یه دونه شاگرد جای خود بیاد تو بونگا تمام مشکل رو حل کنه. اینقدر نپیچون. آقا سلام. سلام. آقا فردی جان، قربانت جان، جان هر کی دوست دارین که کلاسای منو سبق باز شروع شد. یه تنفس خوری چیزی بر من بذار بابا، اعصاب سرپا. آقا مگه من کپسول اکسیژنم؟ چقدر نفس بدم من چیکار کنم؟ آقا جدی دارم میگم، این کلاسای منو کم کن، مثلا چیکار کنم من الان؟ آقا اصلا جاش زنگ ورزشو بذار. یا تعبیر بگیر، بچه ها احتیاج دارن به ورزش، چاق شدن. یکی خدا رو خوش بیا. آقا من خودم اومدم کلاسامو کنسل بکنم برم دو سه روز کار دارم. حقی جان، جان آقای فردی گو یه زحمت بکش این کلاسای منو کنسل کن، بچه‌ها رو بفرست سر کلاسای آقای حقی حرف و فن. آقا سلام. سلام آقای علی، مخلصم. آقا امروز از اداره خبر دادن یه معلم جدید میاد که یه سری کلاسامونو پر کنه. بابا خدا رو شکر، چقدر خوب شد، واقعا کار خوبی کردن. بس که این بچه ها تو حیات اینجا فوتبال بازی کردن، دو پا رو استخون شدن، اصلا اولیا هم دیگه داشتن شاکی میشن. من خودم ببین چقدر بس کم کردم. آقای علایی میگم حالا معلم چی هست؟ میتونی بذاری جای کلاس های من یه ذره سبک شم؟ آقا اینا سوء استفاده نکنین دیگه، یه معلم ولی معرفه چقدر شو بس اسخای میگم جای ناظم میتونم وایستم، من کارم یه خورده سنگینه، خورده سبک‌تر شم. شما چتونه؟ هنوز چشمتون به یه معلم جدید نیفتاده؟ میخواین کلاساتونو بندازین گردن اون؟ نه آقا. خب بیا جای من وایس. نه آقا خواهش می‌کنم. خب میخوای جای هممون وایس؟ خوبه. نه خواهش می‌کنم. علی من که حرفی نزدم، فقط راجع به کلاسای خودم گفتم. راستی آقای حقی، بله شما میگی معلم حرف و فن نیستی؟ بله آقا. اون چیه فرستادین بچه‌ها رو رفتن سالاد اولویه درست کردن؟ زشته بابا. سالاد اولویه؟ آقا سلام آقا حقی، من یه سوال داشتم، کلاس قرمه سبزی تون کی من بیام سر اون کلاس بشینم قرمه سبزی درست کنم یاد بگیرم؟ نخند آقا، نخند آقا. آقای علایی عزیز اونم یه دونه فنه دیگه واسه خودش. بله دیگه، مثل شما خوبه توپو بندازی تو زمین فوتبال، بچه ها بازی بکنن، بعد میپیچی میری معلوم نیست کجاره. بگم دیگه از این خبرا نیست. همه باید کلاساشون رو تمام و کمال پر کنن. بله بله. فقط یه سوال عذرخواهی میکنم، ببخشید این معلم جدید میخواد بیاد، قیافش آشنا هست؟ میشناسین چجوری؟ اخلاقش چجوری میشناسی؟ والا از منطقه پرسیدم به من نگفتن، ولی گفتن آدم جدی. حواستون باشه باهاش شوخی پوخی نکنین. آبروی مدرسه رو حفظ. با شما دو تا میگم. آقای علایی من یه سوال دارم، این معلم جدیدی که داره میاد که ما نباید با شوخی بکنیم، خیلی هم آدم جدیه، اسمشو نمیدونی چیه؟ اسمش آقای دشتی. دشتی شما شده میخندید؟ دشتی یعنی توی این مدرسه یه آدم درست باشه اونم آقای کریمی، یه آدم با شخصیت. آقای کریمی، آقای کریمی آدم حض میتونه کریمی. آقا خدا وکیلی تا حالا یکی لبخند آقای کریمی دیده؟ مثل برج زهره مار همش عصبانیه. آدم باید اخلاق داشته باشه مثل ما. اینه قشنگ گفتی، اینه قشنگ خودی. آقا واقعا بد اخلاقه، با ایمان اصلا نمیشه خورد. خیلی آقا پیرو صحبته آقای فردی، اصلا آدم سومونه که میخواد بخوری نه در میاد تو اشتاج کنی. آقا بسر تو اینجا چیکار میکنی باز؟ بدون اجازه همجوری وارد میشی؟ یه اجازه بگیرا، برو سر کلاست، الان معلم میاد، اونشی رو سرته، برو بیرون. بنده دشتی هستم. آقا هر کی میخوای باش برو سر کلاس. آقا جان چه کویلایی جان؟ خیلی خوش اومدین. معلم هنرم. خوش اومدین آقای دشتی.
خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که اومدم مدرسه شما. آقای علایی کی هستن؟ من علایی هستم. خیلی خوش اومدین. آقا بفرمایید سر کلاساتون. من با آقای دشتی صحبت کنم. آقای فردی زنگ رو بزن بچه‌ها برن سر کلاس. بفرمایید. آقا این چی می‌ذاری سر کلاس؟ عذر می‌خوام ببخشید. اوه اوه قربونت برم. ببخشید عذر می‌خوام بگم دانش آموز شهرمندی ببخشید. بله می‌شناسمش. من خودم معرفی کردم. بله بله. بله قربونت. آقا دشتی من برم به کلاس رو شما معرفی کنم. ببخشید. بفرمایید آقا دشتی. خوبی؟ موفق باشید. آقا ببخشید. سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید. معرفی می‌کنم. معلم نمونه آقای کریمی با کلاس با شخصیت. آقایون میرین سر کلاستون یا اخراجتون کنم؟ بفرمایین آقا. آتمی اون تور والیبال داره میره درخت مگه چیتا بیا پایین. گچ شدم گچ شب شدم من خدا ورگ میمونم ورگ داده بیداد هم بوده اینقدر آقا سرمون رفت. خب بچه ساکت بشین بذاری انشاشو بخونه. بفرمایین بخونیم آقا. بفرمایین موضوع انشا ماشین زمان. موتور زمان بهتر از ماشین زمان است چون موتور ترافیک ندارد. بله آقا اجازه؟ بفرمی. آقا سلام. بفرمی. آقا ما کلاس بغلی هستیم. بله. آقای علایی. آقا علایی خوب هستن دوست بنده هستن. بله بفرمی. ببخشید آقا آقای علایی سلام رسوندن. گفتن که تخت پاکون دارین یه دونه. بله تخت پاکون هست اونجا یه دونه. بله بفرمی. آقا مرسی. سلام برسونید. خداحافظ. سلام. بله آقا اجازه آقا بخونیم آقا بخون. بله بخون. موضوع انشا ماشین زمان. آروم تری کن. چه خبره؟ موضوع ببخش. بله. موضوع انشا ماشین زمان. بله. موتور زمان بهتر از ماشین زمان است چون موتور ترافیک ندارد. بله بفرمایید. آقا اجازه؟ بله بفرمایید. آقا علی سلام رسوندن. بله. گفتن که آقا گچ داری؟ دفتر گچ نداشته؟ آقا نداشت دیگه. بله ببین اونجا گچ هست بده بهشون. بله بله. آقا مرسی. سلام برس. بله ادامهشو بله بفهم ادامهشو بخونی. موضوع انشا ماشین زمان. موتور زمان بهتر از ماشین زمان است چون موتور ترافیک ندارد. بله بله اجازه بفرمی. آقا ببخشید آقا علایی سلام رسوندن. سلامت. گفتن که آقا این کره جغرافیاتونو میشه به ما قرض بدین؟ بله الان استفاده نمی کنیم. بله بفرمی. آقا دست بله. شما درمون سلامت. بله آقا اجازه آقا بخونید. بله بفرمایید بخونید بالاخره. موضوع انشا ماشین زمان. موتور بله. زمان بهتر از ماشین زمان است چون که موتور ترافیک ندارد. بله ای بابا بفرمایید. آقا اجازه. آقا علایی میشه چی میخوان بفرمایید. آقا علایی سلام رسوندن. بله. بله. گفتن اگر آقا امکانش هست چند تا از بچه‌هاتون رو میشه بفرستین کلاس ما. این هم بچه داری سر کلاس خودتون؟ آقا حقیقتش ما کلاس طراحی داریم. بله. اینا رو بچه‌ها رو می‌خوام برای مدل طراحی. بله. خب بچه‌ها شما بلنشید به شما بفرمایید برید برای مدل. آه ببخشید آقا. آقا علی گفتم میشه با صندلی‌هاشون بیان؟ چرا صندلی هم؟ چون صندلی کم داریم. بچه‌ها صندلی‌هاتون هم ببرید. آقا مرسی. به سلامت. به سلامت. به سلامت. به سلامت. آقا علی آقا علی. بله. آقا اجازه بخونیم آقا. بخون بله بخون. موضوع انشا ماشین زمان. موتور زمان بهتر از ماشین زمان است چون موتور ترافیک. بله بفرمایید. اجازه. بله آقا علی سلام رسوندن. بله. خیلی بله. سلام رسوندن. بله. گفتن آقا اگه میشه میزتون رو به میزه میزه. بله. این میز واقعا. بله آقا علی هیچی ندارن سر کلاس. همه زندگیشون از کلاس ما بردن که آقا این میز رو میخوام بفرمایید. این میز بفرمایید. آقا دارن میز ولی چون بچه‌ها زیادن اونجا میز کم آوردیم. خب ببرید میخوام کول کنم براتون بیارم. آقا دستتون درد نکنه. پس من برم آقا میارم. اینجا بینا. آمه. آمه. یه بسه بگیزر که ببر نه. آقا چرا میزنی؟ ببر. کی پر نکره میخوان آقا علی؟ آقا نمیدونم. یه سلام علی کریم آقا علی گرفتار شدیم. بفرمی. بخونیم آقا. بله بفرمی. آقا اجازه آقا. موضوع انشا ماشین زمان. موتور زمان بهتر از ماشین زمان است. بله. چون موتور ترافیک ندارد. بله. بفرمایید. من کتمو میخوام بدم تخته رو بدم چیکار کنم الان؟ آه نه کت میخوام نه تخته. آقا علایی خیلی سلام رسوندن. بله. بعد گفتن که اگه میشه شما بیاین سر کلاس درس بدیم به بچه‌ها. خوشون داره میرن؟ بله. راحت کردن خوشونو؟ بله. آقا بعد دانش آموزاتی میرن سر کلاس ما. آقا نمیشه که آقا من چجوری این همه وسیله رو که بردم دوباره برگردونم بیارم آقا. آقا میشه شما با ما بیاین بریم آقا؟ بله بفرمایید من دارم میام. نه آقا شما با ما بیاین بریم آقا. دارم میام. چون خوشحال میشه. بله. او بری؟ یه شک دیگه میخوایی مثل نه او نه بفرد
موضوع انشا ماشین زمان، موتور زمان بهتر از ماشین زمان است چون موتور ترافیک ندارد. من کجا سوال دارم؟ بابا بله میبینم که آروم کلاس ها معماری نیست. آره بله نیستش دیگه. چرا نیومده؟ اجازه خودتون گفتین دیگه نیاد. من بگم نباید بیاد اون؟ یعنی چی؟ بفرمایید. سلام علیکم جانم. بفرم شما خوبه؟ بله من عموی شاگرد شما بهادر معماریان هستم. خیلی خوشبختم قربان شما. جانم بفرمایید. من یه عرض خصوصی داشتم خدمتتون. بفرمایید چیزی شده؟ بله یعنی نه چیز نشده و خیلی خصوصیه. آقا کجاست پس؟ چیزی شده بگیم به من. نه آقا چیز نشده خیلی خصوصیه یعنی اینو. خب بله آقا چیکار کنم من؟ آقا یه دقیقه آقا بدو بیرون میرم مدرسه تعطیل کلاس تعطیل بدو بیرون بدو بیرون بدو بیرون آقا چرا میزنی بچه ها رو؟ آقا نمیفهمم من خصوصی صحبت دارم. خب بفهم آقا چی شده الان بهادر؟ بگو به من بفهم. شما خوبی؟ قربان شما چی شده بهادر؟ بگین لطفا. شما از زندگی خصوصی این بچه اطلاعی داری تا؟ بله چیزی شده واقعا. من یه مقداری اطلاع دارم. پدرشون هم دیدم، خونهشون هم یکی دوبار رفتم. چی شده واقعا؟ خونهشون همون سرا فرهنگ؟ بله دیگه سرا فرهنگ. بله خونهشون. بله که خونه اونا نیست، نه منه آقا جان. خب بله خونه شما؟ بله. اونا زندگی میکنن؟ بله. بله چیزی شده الان؟ بله. بچه سالمه؟ اجازه بدیم. بله بله نکن. این بچه مادرش از دست داده. بله میدونم به خدا. پدر درست حسابی هم که نداره. بله در حال داره تلاش میکنه تو سختی و بدبختی و فلاکت به تنهایی داره اینو بزرگش میکنه. بله درسته. بله من یه عرض کوچیکی داشتم. ببینید خیلی هستن تو این شهر به تنهایی دارن فرزندشون رو بزرگ میکنن. آقای معماریان هم یکیش بالاخره دیگه. چیز عجیبی که نیستش که. آقا جان چیز عجیبی نیست یعنی چی؟ من میخوام هوای این بچه رو داشته باشی. مطمئن باشید من واقعا هوای این بچه رو دارم. ولی یه چیزی بگم، ببینید من همه دانش آموزا رو به ایشش نگاه میکنم. هیچ کس برای من فرق نمیکنه با اون یکی. هیچ فرقی واقعا نداره. من میتونم میخوام هواش داشته باشیم. میخوام یه کاری کنین که این بچه از درس و مدرسه و اینجور حرفا فراریش بره پیکارش. جا فراریش از مدرسه؟ آقا یه کاری کنید این اخراج چه؟ آقا مگه من دیوونم اخراج شه؟ آخه چرا این کارو بکنم؟ و تشویقش کنم که درس بخونه. چرا من کاری بکنم که اخراج شم؟ من دیوونه ام. آقا اخراجش کنی دیگه. چرا آخه؟ نمیکنی؟ معلومه که نمیکنه آقا. این کیه؟ جان آقا چیکار کردی معلم اون عصبانی رفت؟ ببین یه کاری کردم که اصلا درست حسابی برای تو اتفاق بیافت. چیکار کردیدم؟ ما تو ژاپن یه چیزی داریم به اسم مهندسی معکوس. برعکس عمل میکنیم، نتایج جالب توجهی میگیریم. خب الان نتیجه چی شد؟ همون نتیجه اینه که نه تنها تو رو اخراج نمی کنه، تو رو جفت چشش دیگه هم میداره. قربونت برم همون دست شما در دیگه ما همون روانی؟ این نادر چه بچه ایه آخه تربیت کرده؟ این گنزت من اشکانم یا من اینجوری تربیت میکنم؟ یه دسته گل دیوونه؟ دوستان در جشن خون بشیم ببینم. خب بچه امروز میخوام متد تدریس رو عوض کنم. آقا اجازه متد هم متده. زهر مار؟ یعنی چی؟ بگوی خوشمزه ای؟ آقا بابا میگه خیلی بامزه ای بود. خیلی بامزه ای. آره بیا برو بسه همون بابات مزه برید. برو بیرون بینم. آقا غلط کردیم. برو بیرون بینم. آقا ببخشید. برو بیرون. آقا ببخشید. برو بیرون میگم. نه ببخشید دیگه خواهش میکنم. برو کمچه بیرون. آقا بابا یه چیزی گفتیم دیگه. آقا برو بیرون. این بعد هر کی مزه بریزه جاش بیرون کلاسه. آقا اجازه؟ بله. بعدو باهاتون شوخی کرده. شما جنبه ندارین، ببخشید. من جنبه ندارم؟ برو گوشو بیرون. برو بیرون. ببخشید. برو بیرون. ببخشید. یعنی چی؟ آقا اجازه؟ بفرمایید. فکر کنم امروز اعصابتون جای دیگه خورده. چی گفتی؟ یعنی من اعصاب خردی میرم سر کلاس؟ آره، گوشو بیرون. گوشو بیرون. این بعد هر کی فکر کنه که من معلم بی اعصابی ام جاش بیرون کلاسه. چند وقته؟ باشه صفر برخورد نشده بقیه شدن. آقا اجازه بفرمایید. آقا اینجوری که نمیشه، همه را کلاس انداختید بیرون. نمیشه که نمیشه. یعنی چی؟ به درک بیرونم. به درک.
من جای شما 4 تا بالش بذارم بهتر درس منو میفهمن. اصلا من راحت تره. یعنی به 4 تا بالش درس بدی؟ بعد گوشو بیرون. آقا ببخش. برو بیرون. آقا غلط کردم. برو بیرون. برو بیرون. بیرون. چه چرا جونی نگاه میکنی؟ چه جونی نگاه کردی بابا؟ چرا جونی نگاه میکنی؟ جونی نگاه نکردی؟ چپ چپ نگاه میکنی چرا؟ نه آقا چه چپ چپی نبو؟ طلب داری از من؟ طلب داری؟ طلبی آقا چرا اینجوری تو نه؟ بد داری نگاه میکنی؟ نه آقا بد نگاه من خوب نگاه میکنم من تشخیص میدم که خوب نگاه میکنی که بد بفهم بیرون خب اصاب مصاب نداری ها برو بیرون می نه کلن راست گفتن هستم برو خب تغییر حالت ماده از جامد به مایع چی میگن؟ چی میگن؟ ذوب آفرین ذوب ذوب شدن آفرین خب تغییر حالت از مایع به گاز چی میگن بچه ها؟ تو بگو سیامک مایع به گاز میگن آقا چی؟ چی میگن؟ میگن تبخیر شدن آفرین تبخیر شدن آفرین تبخیر آفرین خب حالا تغییر حالت از گاز به مایع و چی میگن؟ میمانی تو بگو نمیدونی آقا چی؟ نمیدونی؟ یه اینجا تو بخون یه اینجا تو بخون بینم یه اینجا تو بخون از آقا بخونیم آقا بخون موضوع انشا ماشین زمان پدر ما یک ماشین زمان سا آردون بخواد درست خون چشم آقا موضوع انشا پدر ما یک ماشین زمان ساخته است آقا اجازه آقا علایی سلام رسوندن سلام بله گفتن که میشه چند تا از بچه هاتون بیان کلاس ما این هم بچه داری سر کلاستون بچه ما رو میخوان چیکار کنی آقا چرا آقا این میخنده آقا نمیدونم بلا آقا ما کلاس طراحی داریم آقا این هم بچه دارید سر آقا نکن من بزن خودم رو دیگر نامرد چشم